سومین روز مهر ماه برابر با 25 سپتامبر سال 673 خورشیدی برابر با 1294 میلادی، در گذشت راجر بیکن، فیلسوف، شیمیدان، نویسنده و کشیش انگلیسی که در دانشگاه‌های اکسفورد انگلستان و پاریس به تحصیل و سپس تدریس پرداخت و سپس به عنوان کشیش به خدمت مشغول گردید. او در این زمان در زمینه علم کیمیا مطالعاتی نمود و دریافت که چگونه میتوان باروت ساخت. موفقیت بیکن در کارهای علمی حسادت همکارانش را برانگیخت. از این رو او را به جادوگری متهم کردند و به 10 سال زندان محکوم شد. بیکن در زندان یک تقویم اصلاح شده و صحیح تهیه کرد و پس از اتمام دوران زندان بار دیگر به کارهای علمی روی آورد. وی در این زمان دایرة المعارف تصنیف عظیم را که شامل علوم طبیعی، منطق، فیزیک، ریاضیات، فلسفه و زبانشناسی بود نوشت و بار دیگر به اتهام نگارش کتب زاله به مدت 12 سال به زندان افتاد. بیکن پس از آزادی از زندان مطالعات خود را از سر گرفت و کتب متعددی نگاشت. بیکن به علوم طبیعی و تجربه و مشاهده مستقیم اهمیت می‌داد و به همین جهت او را از پیشروان روش تازه علمی شمردند. وی معتقد بود که علم مکمل دین است نه مخالف آن. سهم عمده وی در دانش جدید، اصرار وی در بکار بردن روش علمی در مطالعه فلسفه است. وی علت جهل و نادانی را 4 چیز می دانست: اتکا به اسناد و مآخذ غیر موثق، پیروی کورکورانه از آداب و رسوم، تقلید کورکورانه از بالادست و عادت به تبعیت از عامه جاهل و پنهان داشتن حماقت‌ها با تظاهر به دانایی. سال 892 خورشیدی برابر با 1513 میلادی، کشف اقیانوس کبیر توسط دریانورد اسپانیایی واسکو بالبوا. این کشف تنها در سواحل پاناما و غرب این اقیانوس صورت گرفت، هرچند قبل از وی مردمانی از چین و ژاپن و دیگران در پهنه‌های وسیع از اقیانوس آرام دریانوردی کرده بودند، ولی شناسایی بعدی آن در این سال روی داد. پس از چندی فردینان ماجلان، دیگر دریانورد مشهور آن زمان، به انگام دیدار از این اقیانوس آن را آرام و بدون طوفان‌های شدید دید. از این رو آن را اقیانوس آرام نامید. اقیانوس آرام مساحتی در حدود 180 میلیون کیلومتر مربع دارد که از سطح کلیه خشکی‌های زمین بیشتر است. این اقیانوس دارای عرضی در حدود 11000 کیلومتر و طولی برابر با 17700 کیلومتر میباشد. عمق متوسط اقیانوس کبیر در حدود 4000 متر و عمیق‌ترین نقطه آن در حدود 11000 متر است. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای انجام مذاکرات 3 جانبه پس از پایان جنگ. به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد و به منظور ادامه مذاکرات در نیویورک، هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی وزیر وقت امور خارجه عازم مقر سازمان ملل شد. این هیئت به مدت 2 هفته در مذاکرات 3 جانبه وزرای خارجه ایران، عراق و دبیرکل شرکت کرد.